افشاگری جنجالی که شهرام شب‌پره در مورد علیرضا امیرقاسمی و کنسرت گزارهای معروف ترکیه و اروپا انجام داد و سوء استفاده مالی شدیدی که از اون انجام شده. با ما همراه باشید، صحبت‌های شهرام شب‌پره رو میشنویم. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب همونطور که در جریان هستید، چند شب پیش شهرام شب‌پره مهمان ویژه برنامه کامبیز حسینی، مجری و برنامه ساز قدیمی در شبکه ایران اینترنشنال بود و یه مصاحبه جنجالی رو با اون انجام داد. شهرام شب‌پره تو این مصاحبه که بعد از سالها سکوت حرف دلش رو بازگو کرده بود، در مورد مسائل مختلف صحبتهایی رو انجام داد. اون از افراد مختلف هم اسم برد، از خواننده ها و آهنگسازهای مختلفی که در حقش نامردی کردن و حتی برنامه گذار و دوست قدیمیش علیرضا امیرقاسمی. علیرضا امیرقاسمی از برنامه گذارهای قدیمی لس آنجلس و اروپا هستش که خیلی از کنسرت هایی که از اوایل انقلاب در شهرهای مختلف آمریکا و حتی اروپا برگزار میشه توسط علیرضا امیرقاسمی برگزار شده. علیرضا امیرقاسمی خودش شبکه تلویزیونی تپش و چند تا شبکه دیگر رو هم مدیریت میکنه و از افراد با سابقه در کنسرت گذاری هستش که برای خواننده های مختلف از جمله ابی، داریوش، گوگوش و شهرام شب‌پره برنامه گذاشته. اون جدا از برنامه هایی که برای خواننده ها میذاره، رفاقت قدیمی هم با شهرام شب‌پره داشته و تقریبا هر سال که ویژه برنامه های علیرضا امیرقاسمی در شبکه تپش حضور پیدا میکنه و مصاحبه های زیادی رو هم با اون انجام داده. ولی خب برعکس چیزی که عموم مردم فکر میکردن و حدس میزدن که احتمالا رفاقت و دوستی خیلی صمیمانه بین علیرضا امیرقاسمی و شهرام شب‌پره وجود داره، علی شهرام شب‌پره اومدش و یه افشاگری جنجالی رو در مورد سوء استفاده مالی که علیرضا امیرقاسمی با اون انجام داده مطرح کردش. اون مدعی شدش که در این یکی دو سال اخیر که تور کنسرت های خدافزیش رو برگزار کرده، قرار بوده 40 شب کنسرت در شهرهای مختلف و کشورهای مختلف داشته باشه. اون ولی برخلاف وعده هایی که داده شد، حتی پول شهرام شب‌پره رو هم پرداخت نکردن و سر چند برنامه آخر خیلی اون رو اذیت کردن. و با اینکه شهرام شب‌پره بیش از 75 سال سن داره و بیش از 60 سال هستش که توی موسیقی ایران فعالیت میکنه و حتی احترام اون رو هم نگه نداشتن و به بدترین شکل با اون برخورد کرد. شهرام شب‌پره گفتش که ما توی بند قراردادمون نوشته بودیم که اگه به من دستمزد ندادن، من مجاز هستم که هر برنامه‌ای رو نخواستم اجرا نکنم. اونها با آگاهی از مرام و معرفت من این بند رو اضافه کرده بودن، چون میدونستن من اگه کل برنامه‌ها رو هم پولش رو نگیرم، به خاطر مردم آدمی نیستم که روی استیج نرم. و این اتفاقم افتاد و اونا پول رو به من ندادن و من هم در عمل انجام شده قرار گرفتم. دیدم مردمی که کلی هزینه کردن به شهرهای مختلف اومدن، از ایران پاشدن اومدن استانبول و شهرهای دیگه ترکیه و با این هزینه های متفاوت اومدن که من رو برای آخرین بار ببینن، این نامردی هستش که من به خاطر پول رو استیج نرم و این کنسرت خدافزی رو برگزار نکنم. واسه همین به خاطر دل مردم اومدم و کنسرت ها رو برگزار کردم. اونها هم این قضیه رو میدونستن و واسه همین هم پول من رو ندادن. بریم قسمت های از صحبت های شهرام شب‌پره رو بشنویم. یکی دوتا نیست، یکی دو دفعه نیست، هزار دفعه این کارو کرده و الان من از خواننده سوال می‌کنم. من که آقا اعتماد دارم این تلفن رو می‌بینی من آوردم. میدونم، ولی آوردم که اگر یه موقع شما بگی کی میدونه، بذارم رو خط خواننده بیان بگن دونه بدونه که آقا پول ما رو خورده، آقا پول ما رو خورده. آدم باید بشه. حالا من نمیخوام چیز بد بگم اینجا و الانم که من حالا راجع به یه آدم حرف نزنیم زیاد، یه ذره کلی تر صحبت کن. راجع به بیزینس اگه صحبت بکنی، همین انگل دو میشه. الان ببین، الان نمیخوام مثل این شوهای لس آنجلس بشه اینجا، میخوام که شما بالاخره یه دلشکستگی داری. بله، از یک اتفاقی که افتاده. هدف ما میتونه این باشه که شما بیای یه
اطلاع رسانی بکنی، مثلا به دیگران بگی، به مردم و حتی جوانترها بگی آقا اونایی که میخواین از این بعد قرارداد ببندین کار بکنین، چجوری خودشونو محافظت کنن که دیگه این اتفاقایی که برای شما افتاده برای اونا نیفتاده، نیفته. ولی اینکه بس یه نفر رو هدف قرار بدیم، درست میگی، دوست داری ها، ولی من دارم میگم بهشون اینه که به رفاقت، به دوستی، به برادری اطمینان نکنید. یعنی چی مگه میشه؟ رفاقت نکنید. من اطمینان کردم به دوستام. آها. تو این برنامه سه نفر بودن که با همان یه نفرن، از اون به اون میگه، اون از اون به اون میگه، که این سه نفر نفری 400,000 دلار بهشون پول رسوندم تو این 40 تا برنامه. بله. یک تشکر که من نکردن چی؟ بر علی همم همه کار کردن. همیشه اینجوری نبود بیزینس شما؟ نه، من هیچ وقت این مشکلی نداشتم. من اولین بار در زندگیم چند تا اسم یکی رو نمیخوام بیارم خرابش کنم، چون بالاخره ملاحظه شو میکنم یه زحمتی کشیده، ولی یه وردست داشت که ایشون اصلا دوست، اصلا شماره اکانت من رو عوض کرده، اکانت خودش رو گذاشته، پولای من رو نمیده برم بالا. خب بله، حالا شما میگه اسمش رو نگو. نه آخه میدونی بحث قانونی پیش میاد اینا. منم آخه میدونی میفهم این چیز، این حرفا رو توی این لول اینجوری تو میتونی مثلا توی برید تو اینستاگرام لایو خودت بزنی. آره. و اینا نمیخوام بزنم، یه کاری کردم. من برام جالبه که ملت ایران ببینن شهرام شبپره چه تجربه ای از بیزنس موزیک داشته، بچه‌هایی که میخوان بیان کار بکنن بفهمن چه تجربه شون. آره. آقا اطمینان نکنید و این لغت اگه پول من ندی بالا نمیرم و فراموش کنید، شما حق ندارید این کار بکنین. آقایونی که گفتم بهت به من آقایونی که برای من برنامه گذاشتن فکر کردن اگه پول ندن میدونستن منو میشناسن. من میرم میخونم. تو برای مردم 38 تا برنامه رفتیم، توپ دو تا آخر کلک زدن، پول من رو ندادم. منم بعدم دیدن من نمیرم بالا، میدونستن من میرم بالا، من برای مردم میخونم. اونا همه بدهکار هستن، همه طلبکار هستن. ولی تو قرارداد شما بود که اگر که پول نگیری نخونم. ولی تو رفتی؟ رفتم از روام نرفتم. اونا میدونن که ببین همه مردم، دوستان تو، هواداران تو، این بچهای این تلویزیون تو داشتی می اومدی، اینقدر همه دوستت دارن. خب که این همه این آدما میدونن. نه همه میدونن که تو برای ملت داری میری میخونی. به خدا آخه چرا بقیه دیگه نمیکنن؟ یکی نفر بیاد جلوی نه هستن دیگران هم هستن. نه. آدم های دیگه هم هستن. آره. شهره هست، اندی هست. بله. موین هست. خب رفقا حتما نظراتتون رو راجع به این صحبتایی که شهرام شبپره انجام داده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. شهرام شبپره نزدیک به 60 سال فعالیت موسیقیایی داشته و حدوداً 2 سال پیش بودش که اعلام کردش تصمیم داره برای سالهای پایانی زندگیش دیگه فعالیت موسیقی به خصوص کنسرت رو برای همیشه کنار بذاره و این تایم باقی مونده با دختر و همسرش زندگی و آرومی رو تجربه کنن و بیشتر وقتش رو با اونها بگذرونه. اون توی برنامه کامبیز حسینی هم برای بار چندم گفتش که به هیچ وجه کنسرت دیگه‌ای برگزار نمی‌کنه مگه اینکه برنامه‌های خصوصی یا عروسی باشه یا برنامه‌هایی که توی کشتی خودم در استانبول برگزار می‌کنه. ولی دیگه به این شکلی که هر سال تور کنسرت می‌ذاشتم و توی شهرهای مختلف اروپا و آمریکا برنامه برگزار می‌کردم قرار نیست دیگه برنامه داشته باشم و می‌خوام بیشتر دیگه با خانواده‌ام باشم و وقتم رو با اونها بگذرونم. رفقا حتما نظرتون رو راجع به صحبت‌های شهرام شبپره برامون تو بخش کامنت‌ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.